سلام، امروز میخوام راجع به فلش کارت های خوشگل توی جبل لاکنرم حرف بزنم. دیگه حتما میدونین که من جبل لاکنرم رو خیلی دوست دارم، فلش کارت های جبل لاکنرم رو خیلی دوست دارم و قبلا توی یه ویدیو توضیح دادم که چطور با جبل لاکنر کار کنیم، اونو میذارم واسه تون بریم ببینین. خلاصه من خیلی علاقه دارم که فلش کارت هم خوشگل باشن و معمولا اینطوری نمیشه به خاطر اینکه وقت ندارم که خیلی وقت بذارم واسهشون، وقت ندارم که وقت بذارم، ولی از هر مثلا بگم شاید 20 تا فلش کارتی که درست میکنم رو هم یه دونهشو فلش کارت تصویری درست میکنم، یعنی کاملا تصویریه و امروز میخوام راجع به درست کردن فلش کارت های تصویری باهاتون حرف بزنم. آیا نیازه که فلش کارت ها اینطوری باشه؟ اصلا نیاز نیست. من ساده کار کردم با جبل لایتنر رو قبلا بهتون گفتم و من فقط به خاطر علاقه خودم این کارو میکنم و فکر کردم از اونجایی که شما معمولا سلیقتون به من نزدیکه، شاید شما هم از این مدل فلش کارت درست کردن خوشتون بیاد. پس بریم که ببینیم. من یه سری از فلش کارت های زبان فرانسه رو تصویر درست میکنم. آیا تو بولجور نه این بوله جورنال نیست. آیا تو جبل لاکنرم غیر از فرانسه فلش کارت های دیگه دارم؟ آره، تقریبا هر چیزی که بخواد یادم بمونه میارمش تو جبل لاکنرم، ولی فقط واسه فرانسه است که بعضی وقتا فلش کارت تصویری درست میکنم. چطوری فلش کارت تصویری درست میکنم؟ یه سری از کلمات جدیدی که دارم یاد میگیرم و که میدونم واسه اینا میتونم عکس خوشگل مشکل پیدا کنم، میتونم فلش کارت تصویری درست بکنم، جدا لیست میکنم، یعنی همون موقع فلش کارتش رو درست نمیکنم و هفته یه بار، دو هفته یه بار بستگی داره، میذارم اینا تعدادشون زیاد بشه، میرم سراغشون که فلش کارت تصویری درست کنم. تقریبا تو هر سری 30 تا 40 تا فلش کارت تصویری میشه دو هفته یه بار حدودن، که خوبه دیگه، دو هفته یه بار 2 ساعت وقت میذارم واسش به نظر خودم که اوکی. و تازه اگه شما تو اون دوره زبان آموزی شرکت کرده باشین، این بار گفتم اونجا که ما وقتی که وقت میذاریم واسه فلش کارتمون، یعنی هی باش بازی میکنیم، عکس میکشیم یا میریم عکس پیدا میکنیم، همین درگیر شدنه کمک میکنه که بعداً اون فلش کارت بیشتر یادمون بمونه. در نتیجه اون 2-3 ساعتی که من دارم وقت میذارم واسه فلش کارت های تصویریم حلن نمیدم. خب حالا فرض میکنم که من یه سری لیست کلمه دارم الان که میخوام واسه شون فلش کارت درست بکنم، 2-3 هفته گذشته اینا رو هم جمع شدن، چی کار میکنم؟ اول از همه میرم تو اینترنت و اون کلمات رو به همون زبان سرچ میکنم که عکس متناسب باهاش رو پیدا بکنم. مثلا شیر به فرانسوی میشه لولیون، که اینو میرم همینطوری سرچ میکنم، اصلا نمیرم بنویسم شیر، سرچ میکنم که کلمه واسش پیدا کنم. بعد توی گوگل پیش میاد که عکسایی که پیدا میشه خیلی عکسای خوشگلی نباشن و من خیلی دوست دارم که عکسام فانتزی تور و قشنگ باشه، میرم توی پینترست سرچ میکنم، چون عکسای پینترست معمولا هنری تر و خوشگل ترن. میگردم ببینم که واسه هر کلمه ای که من میخوام عکسشو پیدا بکنم کدوم عکس بیشتر به من میخوره، یعنی مثلا ممکنه مال همین شیر 10 تا که طبیعتا بیشتر 100 تا عکس تو پینترست باشه، ولی من میخوام اون عکسی رو پیدا بکنم که به من بیشتر حس شیر بودن میده. حتی چند وقت پیشم تو استوری یه عکس گذاشتم، عکس ساختمون بود، نمیدونم اینجا دارمش یا بکنم جلوتره دیگه الان پیداش نمیکنم، عکس یه ساختمون بود که خیلی مثلا گفتن این بهش میخوره، کلمه عشق باشه، کلمه همسایه باشه، کلمه تنهایی باشه، ولی خب اون عکس واسه من نشون دهنده یه حس و حال ساختمونای آپارتمانی بلند بود که دقیقا همون کلمه رو واسش در نظر گرفتم. بنابراین خیلی میگردم که تصاویری پیدا بکنم که دقیقا من به نظرم به اون کلمه میخورن. این خیلی مهمه. بعد از اینکه همه عکس‌ها رو پیدا کردم و همه عکس‌ها رو دانلود کردم، وقتشه که اینا رو کم کم آماده کنم واسه اینکه بتونم پرینت بگیرمشون. میام تو فتوشاپ یه صفحه A4 وا می‌کنم. خیلی کار با فتوشاپش خیلی راحته. در این حد که میرم یه فایل جدید رو در ابعاد صفحه A4 وا می‌کنم. بعد باید به این دقت بکنم که ابعادی که می‌خوام پرینت بگیرم به ابعاد فلش کارتام بخوره، مثلا بزرگتر از این در نیاد که نتونم روش بچسبونم.
میرم ابعاد رو اندازه میگیرم و با خطکشای فتوشاپ اون صفحه A4 رو به مثلا 6 قسمت، 8 قسمت، 12 قسمت، حالا هر ابعادی که مد نظرم تقسیم میکنم که بعدش عکس‌ها رو بیارم بندازم لای این قسمت‌ها و خیالم راحت باشه که قرار نیست بزرگتر از حد معمول باشه، یعنی میدونم که اوکی این عکس‌ها قراره چقدی بشن. بعد از اینکه تو فتوشاپ صفحه آشارامو آماده کردم، حالا ممکنه 2 صفحه بشه، 3 صفحه بشه، خروجی میگیرم از فتوشاپ، خروجی های PDF میگیرم که اینا رو میفرستم واسه پرینت شدن. بعد از اینکه عکس‌ها رو پرینت گرفتم، شما اگه خودتون پرینتر دارین میتونین خودتون پرینت بگیرین، اگه دوستتون پرینتر داره میتونین از دوستتون خواهش کنین که واسهتون پرینت بگیره، یا اینکه چون چند هفته یه بار قراره این کار رو انجام بدین فکر کنم، میتونین ببرین بیرون پرینت بگیرین. بعدش میریم سراغ قیچی کردن. من این قیچی رو خب یه اینفلوئنسری مثلا 3-4 سال پیش دیده بودم که داشت و خیلی خوشگل بود به نظرم، حتی الان هم همچنان به نظرم خیلی خوشگله، برج ایفله، و گرفتم، یعنی یه جایی اتفاقی رد می شدیم دیدم از اینا داشت و کلی با ذوق و شوق گرفتمش. خیلی قیچی خوشگلیه ولی اصلا خوش دست نیست. بعد از اینکه پرینت گرفتیم نوبت قیچی کردن این عکساست و واقعا قیچی کردن اون همه عکس با این قیچی شکنجه است، یعنی دست آدم انقدر درد میگیره که نگو. خلاصه اگه شما به خاطر پیج من همچین قیچی دیدین و دلتون میخواد که بخرید، بهتون بگم که قیچی راحتی نیست. بعد از اینکه با قیچی قیچی کردمشون، جدا کردمشون، نوبت اینه که بچسبونم روی فلش کارتایی که دارم و همون جوری که قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتم چطور مینویسم، کلمه ها رو بنویسم و بذارمشون تو خونه اول جعبه لایتنرم و ازشون استفاده بکنم. واقعا روال درست کردن فلش کارت‌های تصویری رو نمیشه هر روز انجام داد به خاطر اینکه 2 ساعت اینا وقت میگیره تقریبا، ولی اگه بذارین واسه یه روز ماهی یه بار دوبار انجامش بدین خیلی لذت بخشه و اصلا یه حس و حال قشنگی میده به جعبه لایتنرتون. یه مدل بچورک هم هست دیگه، اگه ویدیو بچورک رو ندیدین واسه تون لینک میکنم اون ویدیو رو هم ببینیم که دسته ای کار انجام بدیم، اینم یه مدل از همونه دقیقاً. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. نهید به من بگین چرا فلش کارت اینطوری درست میکنی، خیلی زحمت داره، وای یا خدا و اینا ها. من اینو فقط به خاطر دل خودم انجام میدم، ماهی 1-2 بارم انجامش میدم و فقط به خاطر اینکه گفتم شاید یه سری از شما خوشتون بیاد باهاتون راجبش حرف زدم، وگرنه اصل فلش کارت و جعبه لایتر اصلا نیازی نیست که اینقدر کار داشته باشه، خیلی ساده میتونید فلش کارتاتون رو درست بکنید و نگرانش نباشین. واقعیت اینه که من دارم حدس میزنم که شما از این کارهای جینگولکی کاردستی طور خوشتون میاد و واقعا نمیدونم خوشتون میاد یا نه. در نتیجه لطفاً توی کامنت ها حتما واسم بنویسین که از این ایده های اینطوری خوشگل کردن، حالت کاردستی طور درست کردن و اینا آیا خوشتون میاد یا نه. مثل همیشه کامنت هاتون رو میخونم، سوالاتون رو جواب میدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.